عمل سزارین چه خطراتی برای طفل و مادر دارد؟ به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی میزبان زایمان سزارین در 20 سال اخیر تا حد زیاد افزایش یافته است. مادران باید از مشکلات و خطرهای این نوع زایمان آگاهی یابند. در کشورهای فقیر کمترین موارد زایمان سیزارین صورت میگیرد. یک بررسی شرکت بیمه بارمر در آلمان نشان میدهد که شمار کمی از زنان به دلیل اینکه زایمان در نتیجه عمل سیزارین خوب برنامه‌ریزی شده میتواند این نوع زایمان را انتخاب میکنند. اکثر زنانی که تصمیم به عملیات سزارین میگیرند نگران کودکشان هستند. آنها میخواهند که نوزادشان از استرس ناشی از زایمان طبیعی مسئول باشد. این در حالی است که درد زایمان و عملیه ولادت طبیعی حتی برای نوزاد خوب است. این امر به نوزاد کمک میکند تا میتابولیسم بدنش به صورت بهتر تغییر یابد. در رحم مادر ششهای کودک پر از آب است. نخست هنگام تولد طبیعی این مایعات خارج می شوند و ششهای نوزاد خود را با تنفس هوا عیار می سازد. اما زایمان سیزارین مانع این روند تدریجی می شود. برای نوزاد غیر مترقبه است و به نحو او را هراسان می کند. به این دلیل نوزادان بعد از زایمان سیزارین غالباً با مشکلات مواجه می شوند و جریان تنفسشان باید از طریق مصنوعی صورت گیرد و یا حتی در بخش های عاجل تحت مراقبت قرار گیرد. در دراز مدت برای کودکانی که از طریق زایمان سیزارین به دنیا می آیند برایشان خطرات مانند نفس تنگی، بیماری شکر، حساسیت ها و دیگر بیماری های ناشی از اختلالات دستگاه ایمنی افزایش می یابد. عملیات سیزارین برای مادران چه خطرهایی دارد؟ تولد نخستین کودک از طریق عملیات سیزارین در کشورهای پیشرفته با سیستم خوب صحی امروزه دیگر مشکل نیست. اما مشکلات اکثرا بعد از نوع زایمان پیش می آید. مثلا به این ترتیب خطر برای جابجایی خطر پلاسنتا یا جفت افزایش می یابد. افزون بر آن غالبا خطر خونریزی، تشکیل لخته های خونی در رگ و التصاقات یا چسبیدگی نیز وجود دارد. با هر زایمان از طریق عملیات سیزارین ولادت برای مادر خطرناکتر می شود. بخصوص مشکلات در مناطق بزرگتر است که زنان از طریق صنعتی کودکان زیاد به دنیا می آورند. برای بعضی از زنان بعد از زایمان سیزارین این مشکل ایجاد می شود که بار دیگر حامله شوند. دلیل آن این است که توسط اثرات زخم ممکن است التصاقات یا چسبیدگی در رحم مادر پیش آید. کاهش بارداری بعد از عملیات سیزارین حدود 17% است. حتی اگر حاملگی بدون مشکل سپری شود ممکن است مشکلات بعد از عملیات سیزارین پیش آید. اثرات زخم های سیزارین ممکن است در جریان زایمان طبیعی دومی پاره شوند. سازمان جهانی صحت توصیه می کند که حدود 10 تا 14% زایمان ها از طریق عملیات سیزارین انجام شود. به این معنا که به صورت متوسط در همین میزان از زایمان ها پیچیدگی و دشواری وجود دارد که نیازمند عملیات سیزارین است. در چنین موارد عملیات سیزارین ممکن است باعث نجات زندگی شود. سازمان جهانی صحت در یک تحقیق مقایسوی گزارش داده است که چگونه کودکان در 137 کشور به دنیا می آیند. این بررسی نشان می دهد که از میان 14 کشور قاعده های سازمان جهانی صحت را مراعات کرده که کشورهای اوکراین، نامبیا، گواتیمالا و عربستان سعودی در جمله آنها است. در کشورهای دیگر یا غالبا عمل سیزارین بسیار صورت میگیرد، مانند آلمان، مصر، ترکیه و ایالات متحده آمریکا و یا خیلی به ندرت عمل سیزارین صورت میگیرد. قابل تاسف این است که در برخی کشورها به دلیل کمپولی
میزان بسیار کم عملیات سیزارین صورت میگیرد. این کشورها با میزان کم ولادت ها از طریق جراحی سیزارین همزمان در جمله فقیرترین کشورهای جهان نیز هستند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.